بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت تمامی شما شاگردان عزیز. انشالله که همگی تان خوب و خوش و سرحال باشین. من مرضیه هاشمی هستم، استاد ریاضی صنف دهمتان. خب در ادامه درس گذشته که ما با هم دیگر با چند تا تابع دیگه آشنایی پیدا کردیم، البته چهار تا تابع رو شناختیم: تابع متزاید، متناقض و همچنان تابع جفت و طاق، که با اینا آشنایی پیدا کردیم. طریقه رسم گراف هایش هم شما یاد گرفتین و طریقه تشخیص گراف ها، البته خود تابع را از روی معادله ها و همچنان از روی گراف ها شما یاد گرفتین. انشالله که کار خانگی تان هم حل کرده باشین. امروز میرسیم در بخش انتقال گراف ها. البته در بخش انتقال گراف ها ما فقط امروز انتقال عمودی شبه هم دیگه کار میکنیم. خب ببینین ما از انتقال گراف ها بر چی استفاده میکنیم. یک زمان هست ما یک تابع گراف شه یاد داریم، درست است؟ به صورت خیلی ساده میتونیم که او رو رسم کنیم، مثل تابع وای مثلا به اکس مربع. خب این رو حتما همیتان یاد دارین. خب حالا اگر با همین تابع ما چند تا عدد جمع تفریق شده باشه، ما چه رقمی بتانیم که ایره چیکار کنیم، رسم کنیم. یکی از طریقه هاش این است که ما بگیریم قیمت گذاری کنیم، بعد از او بریم که گراف رسم کنیم. ولی یک طریقه ساده دیگه هم دارم، ما میتونیم که او را انتقال بدیم، درست است؟ عین گراف را یک کمک انتقال بدیم. ببینیم شما این دو تا تصویر را، این سه تا گراف مختلف هست، درست است؟ با رنگ های مختلف. اینا هیچ فرق با هم دیگه ندارن، دیدین؟ عین شکل هستن، ولی چیکار شده؟ یکیش مثلا اینجا در مبدا هست، اینجا یک کم راست انتقال پیدا کرده، اینجا هم یک کم چپ، ولی هیچ تفاوت درشان نیست. گراف هایشان هم البته معادله هاش فرق نداره. حال که با هم دیگه کار کردیم میبینیم که خیلی ساده هست. یا مثلا این گراف را ببینین، این سه تا گراف هم دقیقا عین چیز هستن، ولی جاهایشان در سیستم کمیات وضعی فرق میکنه. و این میگن انتقال گراف ها. خب انتقال تابع یا انتقال گراف ها به دو نوع هست، یکی انتقال عمودی و یکی هم انتقال افقی. انتقال عمودی به چه صورت هست؟ به صورت بالایی و پایانی، درست است؟ یعنی گراف را یا به صورت بالا انتقال میدین یا به صورت پایان. ولی در انتقال افقی یکی به صورت چپ انتقال پیدا میکنه در سیستم کمیات وضعی، یکی هم به صورت به طرف راست، درست است؟ خب ما فقط امروز با هم دیگه انتقال عمودیش کار میکنیم و انتقال افقیش ان شاء الله در جلسه بعدی. خب حالا انتقال عمودی رو به چه صورت هست؟ گفتم که یا به طرف بالا هست و هم به طرف پایین. خب چند تا شرط داره. اولیش میگیم اگر سی یک عدد ثابت است، درست است؟ و این هم یک عدد مثبت باشه، یعنی بزرگتر از صفر باشه، دو حالت داره. اگر گراف تابع وای مساوی به اف اکس به اندازه عدد سی به طرف بالا انتقال پیدا کنه، گرافش به این صورت است: اف اکس مثبت سی، درست است؟ خب ولی اگر گراف تابع وای مساوی به اف اکس را ما به اندازه سی به طرف پایین انتقال بدیم، ببینید گراف تابع از اف اکس تبدیل میشه به اف اکس منفی سی، یعنی تابعش تغییر نمیکنه، فقط یک دانه منفی سی بهش اضافه میشه. خب و همچنان مثال هم داریم، بیاین که یک کمک توضیح بدیم، بعد میریم طرف حل مثال. خب اگر ما یک تابع داشته باشیم، تابع وای مساوی به اف اکس، درست است؟ خب حالا همی با اف اکس یک عدد جمع میکنم یا یک عدد تفریق میسازم. مثلا وای مساوی است به اف اکس مثبت سی، درست است؟ و سی هم یک عدد مثبت هست، یعنی بزرگتر از صفر است. و یا هم اگر ما با امی اف اکس یک عدد ثابت را تفریق بسازم، شود وای مساوی به اف اکس منفی سی. خب اگر مثبت سی باشه، گراف تابع به اندازه اینمی سی واحد و طرف بالا انتقال کرده، درست است؟ ولی اگر منفی سی باشه، به اندازه سی واحد به طرف پایین انتقال پیدا میکنه. مثلا بین یک مثال ساده برتان بتام، سر ما یک تابع داریم وای مساوی به جذر اکس، درست است؟ این جذر اکس را ما میتونیم که به صورت خیلی ساده چیکار کنیم؟ همین فقط قیمت گذاری میکنیم. مثلا یک تابع دیگر داریم به این صورت، وای مساوی به جذر اکس مثبت دو، وای داریم مساوی به جذر اکس مثلا منفی 5، درست است؟ خب این در اصل همون جذر اکس است، فقط اینجا چیکار شده؟ یک مثبت دو بهش اضافه شده، اینجا منفی 5 شده. خب پس ما میتونیم که اگر گراف تابع وای مساوی به جذر اکس را
یاد داشته باشم که به چی صورت رسم میشه. فقط اگر مثبت دو بهش بود، یعنی به اندازه دو واحد، چون اینجا مثبت هست، به طرف بالا انتقال پیدا کرده. ولی اگر منفی 5 اینجا هست چی شده؟ چون علامش منفی هست، به اندازه 5 واحد در سیستم کمیات وضعیه به طرف پایین انتقال پیدا کرده. خب این مثال رو با هم دیگه کار کنیم. دو تا تابع داریم، y مساوی به x مربع مثبت 2، y مساوی به x مربع منفی 3. این دو تا گراف به ما داده، گفته ببینیم که با y مساوی به x مربع چی رابطه داره. گراف هایش گفته چیکار کنین؟ در یک سیستم کمیات وضعیه رسمشان کنین. خب ولی که ما اینا رو بتونیم رسم کنیم، اول باید چیکار کنیم؟ قیمت گذاری کنیم. پس فقط من هم یک مثال را قیمت گذاری میکنم، گراف هایش را رسم میکنم، ولی بقیه سوال ها را فقط با استفاده از انتقال توابع رسمش میکنیم. خب پس ما باید یک جدول را در نظر بگیریم. اینجا شما مربوط x و اینجا هم fx، درست است؟ خب البته بین تمامشان در روی یک تا جدول در نظر بگیریم. اینجا باشه x مربع، اینجا مربوط x مربع مثبت 2 و اینجا هم x مربع منفی 3. خب اگر من بجای x قیمت 0 را بگذارم، خب 0 مربع 0، 0 مربع 0 جمع 2، اینجا میشه 2، 0 مربع میشه 0 منفی 3. خب اگر من بجای x 1 را بگذارم، در سه تا تابع مختلف ببینم که قیمت هایش به چی صورت میشه. خب 1 مربع 1، 1 مربع جمع 2، 1 مربع میشه 1، 1 جمع 2 3. خب 1 مربع 1، 1 منفی 3 چند میشه؟ منفی 2. خب بیاین قیمت 2 را بگذاریم. 2 مربع چند است؟ 4. خب دو مربع جمع 2، دو مربع شد 4، 4 جمع 2 میشه 6. خب بعدیش دو مربع 4، 4 منفی 3 عدد 1. خب یک دو تا قیمت منفی هم بگذاریم که خوبتر بتونیم گراف را رسم کنیم. خب اگر من بجای x منفی 1 را بگذارم، ببینیم در این تابع به چه صورت میشه. خب منفی 1 مربع، منفی مربع مثبت، خب 1 مربع هم 1. خب منفی 1 مربع شد 1، 1 جمع 2 3. خب منفی 1 مربع شد 1، 1 منفی 3 منفی 2. خب حالا یک قیمت دیگر هم میگذاریم و دیگه تمام، منفی 2. خب منفی 2 مربع، منفی مربع مثبت، 2 مربع 4. خب منفی 2 مربع شد 4، 4 جمع 2 6. اینجا هم منفی 2 مربع 4، 4 منفی 3 1. خب بیاین که هر سه از این تابع را در روی یک تا سیستم کمیات وضعیه رسمشان کنیم. خب به این صورت، خب این هم محور x ها و اینجا هم f x ها یا y ها. خب ببینیم قیمت هایشانه. اگر به جای x 0 را گذاشتم، در این تابع شد 0. خب اگر 1 را بگذاریم، در همون تابع y مساوی به x مربع میشه 1. اگر منفی 1 هم گذاشتیم شد عدد 1. اگر 2 را بگذاریم میشه 2، البته 4. 1 2 3 4 اینجا. و اگر منفی 2 هم گذاشتیم شد قیمتش چند؟ عدد 4. اینجا با هم دیگه ببینیم که در کجا تقاطع دارن. خب این گراف تابع y مساوی به x مربع هست. خب بیاین اینا رو با هم دیگه وصل کنیم. خب این شد y مساوی به x مربع. خب بعدیش y مساوی به x مربع مثبت 2. خب اگر من بجای x 0 را گذاشتم، y شد 2. ببینین 0 xش 0 yش 2 در این نقطه میشه. خب بعدیش xش 1 yش 3. خب اینجا x است 1، y شده 3. خب این اینجا میشه. اگر بجای x 2 گذاشتیم، y شده 6. خب اینجا 2 هست، ببینیم 6 در کجاست. تا اینجا 4، 5، 6. خب میشه در این نقطه. خب ببینیم قیمت بعدی چند است. اگر بجای x منفی 1 گذاشتیم، y دوباره چند شده؟ 3. خب اینجا میشه 3. اگر 2 هم گذاشتیم، البته منفی 2، دوباره واش میشه مثبت 6. خب
در این نقطه میشه. بین دوباره اینا رو با هم دیگر وصل کنیم تا گراف تابه رسم شوه. خب این گراف تابه وای مسایبه چی است؟ اکس مربع مثبت 2. خب گراف تابه سیومی رو بین در نظر بگیریم. اکس مربع منفی 3. خب بجای اکس 0 گذاشتیم، وای شده منفی 3. خب اکسش 0 وایش منفی 3. 1 2 3 و هد به طرف پایان. این نقطه است. خب بعدیش اکسش 1 وایش منفی 2. خب زمانی که اکسش 1 باشه وایش منفی 2 هست در این نقطه. خب بعدیش اکسش 2 وایش 1. خب زمانی که اکسش اینجا 2 هست وایش شده عدد 1 در اینجا بالا. خب اگر منفی 1 باشه دوباره میشه منفی 2. منفی 1 میشه منفی 2 در اینجا، و اگرم منفی 2 باشه چند میشه؟ عدد 1. خب اینجا منفی 2 وایش عدد 1، البته مثبت 1. خب یعنی گراف ها رو رسم کنیم. البته گراف شکل رسم کنیم باید اول نقاطش رو با هم دیگر وصل کنیم. خب به این صورت این هم شد گراف تابع وای مساوی به اکس مربع منفی 3. خب شما اگر طرف از این سه تا گراف ببینین هیچ تفاوت با هم دیگه ندارن، فقط چی شده؟ جاهایشان در سیستم کمیات و وضعیت فرق میکنه. خب وای مساوی به اکس مربع البته اینجا در مبدأ کمیات و وضعیت است، این به اندازه 3 واحد به طرف پایان اومده، این به اندازه 2 واحد به طرف بالا رفته. خب دوباره تکرار میکنم. خب وای مساوی به اکس مربع که زمانی که ما رسم کردیم اکس مربع مثبت 2، یعنی 2 واحد به طرف بالا انتقال پیدا میکنه چون مثبت هست. خب گرافش هم رسم کردیم، دیدین 2 واحد به طرف بالا انتقال پیدا کرد. ولی اکس مربع منفی 3 زمانی که منفی باشه 3 واحد یعنی به طرف پایان انتقال پیدا کرده. خب گرافش هم رسم کردیم، ببینین 1 واحد 2 واحد 3 واحد به طرف پایین انتقال پیدا کرده. پس ما میتونیم که به همین صورت چیکار کنیم؟ گراف های تابع را رسم کنیم. خب مثال دوم گفته از انتقال گراف وای مساوی به اکس مربع چند تا گراف دیگر را ببینین؟ 4 تا گراف دیگر. اکس مربع مثبت 2، اکس مربع منفی 2، اکس مربع مثبت 4 و اکس مربع منفی 4. گفته چیکار کنین؟ در عین سیستم کمیات و وضعیت رسم و با هم دیگر مقایسه کنین. خب پس ببینین که با هم دیگر این گراف هم رسم کنیم. خب شاگردای عزیز ببینین به من چند تا گراف گفته که چیکار کنین؟ اینا رو در یک سیستم کمیات و وضعیت رسم کنین و بعد با هم دیگر مقایسه کنین. خب اولیش وای مساوی به اکس مربع، بعدیش وای مساوی به اکس مربع مثبت 2 و وای مساوی به اکس مربع منفی 2. خب و همچنان دو تا تابع دیگه، اکس مربع منفی 4 و اکس مربع مثبت 4. پس ما باید 5 دانه گراف را در یک سیستم کمیات و وضعیت رسم کنین. خب شما میتونید که هر کدام از اینا رو چیکار کنین؟ جدا جدا برای هر کدامش قیمت گذاری کنین و گراف تابعش را رسم کنین. ولی من گفتم که ما میخوایم که بقیه مثال ها را فقط با صفر از انتقال تابع یا انتقال گراف ها براتون رسم کنم. خب وای مساوی به اکس مربع، ببینید در تمامشان اکس مربع هست، فقط تفاوتشان چیست؟ اینجا کدام عدد باش جمع تفریق نشده، اینجا مثبت 2. گفتیم زمانی که مثبت باشه پس انتقالش به طرف بالاست، به اندازه 2 واحد به طرف بالا همین اکس وای مساوی به اکس مربع انتقال میتیم. بعدش اکس مربع منفی 2. خب اینجا چیکار کنیم؟ گراف تابع وای مساوی به اکس مربع به اندازه به اندازه 2 واحد به طرف پایین انتقال میتیم. خب اینجا هم منفی 4، یعنی به طرف پایین به اندازه 4 واحد انتقال دادیم، و مثبت که بود یعنی به طرف بالا به اندازه چند واحد؟ دوباره مثبت 4، به اندازه 4 واحد به طرف بالا واحد انتقال بدیم. خب اول ببین که گراف تابع وای مساوی به اکس مربع را رسم کنیم. خب گراف تابع وای مساوی به اکس مربع دیگه خیلی رسم کردیم، پس حتما همه تان یاد دارین. خب به این صورت هست گراف تابع وای مساوی به اکس مربع. خب باید از مرکز یا مبدا کمیات و وضعیت بگذره، پس این میشه وای مساوی به اکس مربع. خب پس یک شر رسم کردیم. بعدیش وای مساوی به اکس مربع مثبت 2. مثبت 2 یعنی چی؟ یعنی به اندازه 2 واحد به طرف بالا انتقال پیدا کنه. خب ببینین با یک رنگ دیگه ایره رسم کنیم.
خب ای یک واحد، ای هم دو واحد، دو واحد به طرف بالا، یعنی عین گراف رسم میکنیم، فقط در اینجا انتقالش دادیم. خب ای هم شد x مربع مثبت 2. خب بعدیش وای مساوی به x مربع منفی 2. زمانی که منفی 2 بود، یعنی همین گراف را به اندازه دو واحد به طرف پایین انتقال بدین. خب اینجا یک واحد، اینجا هم دو واحد، پس عین گراف را رسم میکنم با تفاوت از این که دو واحد به طرف پایین انتقال پیدا کرده. به این صورت پس ای شد x مربع منفی 2. خب دو تا تابع دیگه هم داریم، x مربع منفی 4، منفی که بود گفتیم به طرف پایین، یعنی همین گراف را 4 واحد به طرف پایین انتقال میدیم. خب تا اینجا 2 واحد، 3 واحد و 4 واحد. خب پس ما گراف را رسم میکنم در همین نقطه، پس این میشه y مساوی به x مربع منفی 4 و همچنان y مساوی به x مربع مثبت 4. مثبت 4 که بود، یعنی 4 واحد به طرف بالا. خب 2 واحد، 3 واحد و 4 واحد، عین گراف را رسم میکنیم با تفاوت از این که به اندازه 4 واحد به طرف بالا انتقال پیدا کرده. خب به این صورت ای هم از x مربع مثبت 4. ببینین گراف هایشان هیچ فرق نداره، ما 5 تا گراف را بر روی یک سیستم کمیات وضعی رسم کردم ولی تمامشان عین چیز هستن، فقط تفاوت هایشان این است که جاهایشان روی محور وای فرق کرده، یعنی به اندازه های مختلف روی محور وای انتقال پیدا کرده. پس با استفاده از این طریقه شما میتونین که گراف ها را به صورت عمودی چیکار کنین، به صورت بالایی و همچنان پایینی انتقالشان بتین و به صورت خیلی ساده میتونین که اونا را رسم کنین. خب و همچنان ما میتونیم که گراف تعابی را به صورت مثلا همین تعریف دیگر هم برتون آورده، انتقال عمودی را میگه اگر در گراف تابع به عوض وای منفی ای عوض شود که ای یک عدد ثابت است، پس یک تابع دارین به جای وای شما کدام قیمت را عوض میکنین؟ وای منفی ای، ای هم یک عدد ثابت هست. خب اگر این حال ای تان بزرگتر از صفر باشه، یعنی یک عدد مثبت باشه، میگیم که گراف به طور عمودی به اندازه ای واحد به طرف بالا انتقال پیدا میکنه. ولی اگر همین ای را که شما وضع کردین یک عدد منفی باشه، درست است، میگیم که گراف تابع ما به اندازه ای واحد و طور عمودی به طرف پایین انتقال پیدا میکنه. به این صورت هست. خب و یک تابع دارم وای مساوی به اف اکس. خب ما در تابع میایم به جای وای چی را وضع میکنم؟ وای منفی ای را وضع میکنم، وای منفی ای، درست است، ای است مساوی به اف اکس. خب فرقش چی است با مود تعریف که پیشتر براتون گفتم؟ هیچ فرق نداره، فقط در کتاب به این صورت براتون مثلا گفته. شما فقط چیکار میتونین؟ ای رو به طرف راست انتقال بدین، وای مساوی است به اف اکس. خب منفی ای میشه مثبت ای. خب حالا گفته اگر ای تان بزرگتر از صفر باشه، یعنی اگر مثبت باشه و اگر ای کوچکتر از صفر باشه، اگر ای یک عدد بزرگتر از صفر یا مثبت بود، انتقالش به طرف بالا هست، به اندازه چند واحد؟ به اندازه ای واحد، انتقال عمودیش به طرف بالاست. ولی اگر ای یک عدد منفی بود، انتقال کرده طور عمودی به طرف کجا؟ به طرف پایین. ای هم به این صورت. خب شاگردای عزیز، رسیدیم به پایان درس امروزی خود. ما با همدیگر انتقال گراف ها را کار کردیم، البته گفتیم که دو بخش داره، انتقال عمودی و انتقال افقی. فقط ما با همدیگر انتقال عمودی را کار کردیم که البته به چی صورت می بود تابع هایشان؟ هیچ فرق در تابع نمی بود، فقط یک عدد ثابت را باش جمع می شد یا منفی می شد. اگر مثبت یک عدد ثابت می بود، مثل یک عدد 30، مثبت 30 یعنی به اندازه 30 واحد به طرف بالا انتقال پیدا میکنه یک تابع، ولی اگر منفی 30 باشه پس چی میشه؟ به اندازه 30 واحد به طرف پایین گراف تابع ما انتقال پیدا میکنه. خب انشالله که درس یاد گرفته باشین، دوباره درستان مرور کنین، مثال ها را یک بار دیگه هم کار کنین و تمرین درس هم کار خانگیتان. تا درس بعدی روز خوش، خدا نگهدار.